با اوجگیری بحران نمایش انتخابات، اعتراف به از دست رفتن شیرازه کار و بیایندگی نظام بالا گرفت. کسانی که اعلام نامزدی کردن، من عذر میخوام، بعضیاشون اعلام نامزدیشون اهانت به ملته. اصلا مگه این مملکت یه مملکت مثلا یه یتیم رها شده است که هر کسی چیز کنه؟ اما خامنه ای همچنان کاسه گدایی شرکت در نمایش را به سمت خودی ها دراز می کند. هیچ چیز دیگری جای انتخابات رو برای کشور و استحکام پایه های اقتدار کشور نمی گیره و نباید مردم رو دل سرد کرد از انتخابات. منظور از مردم کیست؟ آیا واقعا انتظار دارد مردم شرکت کنند؟ الان خود همونهایی که به همون به اصطلاح احزابی که به اینا رأی دادن، خود همونا الان از این افراد دارن از روی اینا رد میشن. وحشت خامنه ای از رویگردانی خودی ها و تحریم نمایش توسط کسانی است که قبلا شرکت میکردند و امروز دیگر تضمینی برای شرکتشان نیست. یه بخش زیادی از مردم نگرانیشون اینه، میگن چه تضمینی وجود داره که ما مجددن بیایم تو انتخابات شرکت بکنیم؟ ما ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهایی که مسئولین به ما وعده میدن نمیبینیم. یک رسانه حکومتی با اشاره به دو قطب اصلی و سرنوشت ساز در جامعه می نویسد اصلی ترین دو قطبی که دشمن در انتخابات 1400 برای ملت ایران طراحی کرده، دو قطبی های رأی دادن و رأی ندادن و ایران و ضد ایران است. امروز حضور در انتخابات به مانند حضور در دفاع 8 ساله است. رأی مردم ما ایران سرنگونی است. آری به جمهوری دموکراتیک. سنندج، خبرنگار سیمای آزادی. رأی ما سرنگونی است. آری به جمهوری دموکراتیک. 1400 اردیبهشت 1400 خبرنگاری سیمای آزادی.